گوروبلیس پاناگیوتیس. نمایندگان مجلس یونان به نامزد ریاست جمهوری این کشور رأی ندادند. در سومین و آخرین دور رأی‌گیری استاروس دیماس نامزد مورد حمایت دولت ائتلافی تنها 168 رأی موافق کسب کرد. این در حالی است که دست کم 180 رأی لازم بود تا وی به ریاست جمهوری یونان برگزیده شود. به این ترتیب و مطابق قانون اساسی یونان در پی شکست رأی‌گیری برای انتخاب رئیس جمهوری باید پارلمان ملغا شود، اعضای دولت استعفا دهند و انتخابات سراسری زود هنگام برگزار شود. رخدادی که میتواند بر مشکلات سیاسی و اقتصادی یونان بیفزاید. کشوری که ماه هاست با بحران اقتصادی جدی دست به گریبان است و توانسته سازمان‌های جهانی به ویژه سه نهاد اتحادیه اروپا، بانک مرکزی اروپا و صندوق بین‌المللی پول را متقاعد کند که در ازای اعمال برخی اصلاحات اقتصادی و اجرای برنامه ریاضتی تضمین‌های اعتباری و مالی به دست آورد. تعهداتی که ممکن است با بروی کار آمدن دولت جدید به زیر سوال برود. در خبرها آمده است که احتمالاً انتخابات زود هنگام در اواخر ژانویه سال 2015 یعنی حدوداً یک ماه دیگر برگزار می شود. همزمان با انتشار این خبر شاخص سهام در بازار بورس آتن بیش از 11% سقوط کرد.